علوم تجربی پنجم درس 8 کارها آسان می شود. فراز و نوید سوار علاکلنگ هستند. فراز دوست دارد با نوید که از او سنگین تر است بازی کند. اما مثل این که مشکلی وجود دارد. آنها نمی توانند به راحتی با هم بازی کنند. برای حل مشکل آنها چه راههایی را پیشنهاد می کنید؟ روی علاکلنگ محل نشستن نوید و فراز چگونه باید باشد تا آن دو بتوانند با هم بازی کنند؟ برای پاسخ دادن به پرسش بالا در گروه خود کاوش کنید. کاوشگری وسایل و مواد لازم: دو لیوان یک بار مصرف، خطکش به طول 50 سانتی متر، دو عروسک با جرم‌های مختلف و پاشکن. در این کاوشگری کتاب خواسته به کمک وسایل و مواد ساده در خانه علاکلنگ رو شبیه سازی بکنید و بتونید به سوالی که در مورد بازی فراز و نوید در مورد علاکلنگ خواسته شده جواب بدید. ابتدا وسط خطکش را روی پاشکن یا تیچگاه قرار میدید، یعنی در اینجا پاشکن به عنوان تیچگاه در نظر گرفته شده. به طور کلی خطکش به عنوان بدنه علاکلنگ و میله علاکلنگ در نظر گرفته شده، پاشکن به عنوان تیچگاه علاکلنگ و دوتا عروسک به جای نوید و فراز استفاده شده. گفته محل پاشکن رو تغییر ندهد، یعنی تیچگاه باید ثابت بمونه. مثل علاکلنگ که تیچگاه ثابته، اینجا هم تیچگاه باید ثابت بمونه. دو عروسک با جرم‌های مختلف را در دو لیوان یک بار مصرف یکسان بگذارید. با توجه به اینکه دو عروسک به جای نوید و فراز استفاده میشه و نوید از فراز سنگین تره، پس یکی از عروسک ها جرمش از عروسک دیگه بیشتره و یکی سنگین تر از دیگری است. این دو لیوان را در پاسله های یکسان از تیچگاه قرار دهید. چه چیزی مشاهده میکنید؟ یعنی دو تا لیوان که توش دو تا عروسک در فاصله یکسانی از تیچگاه، در دو طرف تیچگاه، در دو انتهای خطکش قرار میدید. حالا چه چیزی مشاهده میکنید؟ در این مدل کاوشگری صفحه 64 کتاب رو شبیه سازی کردیم که گفته دو عروسک رو با جرمهای مختلف در دو لیوان یک بار مصرف یکسان بگذارید و دو لیوان رو در پاسله های یکسان از تیچگاه قرار دهید. چه چیزی مشاهده میکنید؟ همانطور که میبینید پاسله دو لیوان از تیچگاه تنجا پاش کنه یکسانه و میبینیم که عروسک سمت راستی که سنگین تره پایین میره.
گفته لیوان سنگین تر رو از تکیگاه دور کنید چه مشاهده میکنید؟ همانطور که مشاهده میکنید هرچه لیوان سنگین تر رو دورتر میکنیم باز عروسک در پایین قرار میگیره، یعنی سمت راستی که سنگینه پایین قرار میگیره. اما گفته لیوان سنگین رو کم کم به تکیگاه نزدیک کنید تا بالاتر از لیوان سبوش قرار بگیره. همانطور که میبینید وقتی لیوان سنگین رو که در سمت راسته کم کم به تشیگاه نزدیک میکنیم، آرام آرام سمت راست بالاتر میره و عروسک سمت راستی که سنگینه کم کم میره بالاتر. گفته با توجه به نتایج این فعالیت توضیح دهید که فراز چگونه میتواند مشکل بازی با نوید را حل کند. خب با توجه به اینکه نوید سنگین تر از فرازه، باید مثل همین عروسک سنگین سمت راستی نوید خودش رو به تشیگاه نزدیکتر بکنه. کم کم که به طرف تشیگاه میاد، آرام آرام نوید هم میتونه بره بالاتر و در وقتی که در یه فاصله معینی حالت تعادل برقرار شد میتونن بازی را ادامه بدن. همانطور که میبینید عروسک سبک به جای فراز استفاده شده و ثابت میمونه، اما عروسک سنگین به جای نوید استفاده شده و فاصلش با تیچگاه متغیره و تغییراتی در فاصله آن تا تیچگاه انجام دادیم تا بتونم بازی رو ادامه بدم و با هم دیگه بازی کنن. این دو لیوان را در پاسله های یکسان از تیچگاه قرار دهید. چه چیزی مشاهده میکنید؟ یعنی دو تا لیوان که توش دو تا عروسکه در فاصله یکسانی از تیچگاه در دو طرف تیچگاه در دو انتهای خط قش قرار میدید. حالا چه چیزی مشاهده میکنید؟ آن طرف که لیوان سنگین تر قرار داره پایین میره و طرف دیگه که لیوان سبک است بالا میره. در سوال بعد گفته لیوان سنگین تر را از تشیگاه دور کنید چه مشاهده میکنید؟ اگه لیوان سنگین تر را از تشیگاه دور کنیم، باز لیوان سنگین تر طرف لیوان سنگین تر پایین میره، پایین تر قرار میگیره و طرف دیگه که لیوان سبک است بالا قرار میگیره. گفته لیوان سنگین را کم کم به تیرچگاه نزدیک کنید تا بالاتر از لیوان سبکتر قرار بگیره، یعنی زمانی که لیوان سنگین رو کم کم به تیرچگاه نزدیک میکنیم، آرام آرام طرف سنگین تر بالا میره و طرفی که لیوان سبکه پایین میاد تا زمانی که لیوان سنگین بالاتر از لیوان سبک قرار میگیره و در اون حالت فاصله لیوان سنگین به تشجیگاه خیلی نزدیکه و فاصله لیوان سبک از تشجیگاه دوره. گفته مشاهده های گروه خود را در جدول زیر یادداشت کنید. با توجه به اینکه این فعالیت کلن در 3 مرحله انجام گرفته، به همین خاطر مراحل فعالیت را با شماره های 1, 2, 3 در نظر گرفته و فاصله لیوان سبک از پاچکون در هر 3 مرحله ثابته 15 سانتی متر. به همین خاطر در هر 3 خانه نوشته 15.
محل تشیگاه یا محل پاشکن هم در هر سه مرحله ثابته، دقیقا در وسطه و فاصله لیوان سنگین از پاشکن در سه مرحله با همدیگه فرق داره و تغییر کرده. در مرحله اول فاصله لیوان سنگین از پاشکن 15 سانتی متر، پس نوشته 15، در مرحله یک نوشته 15، اما در مرحله دو گفته لیوان سنگین را از تیچگاه دور کنید، پس در مرحله دو فاصله لیوان سنگین از پاشکن از 15 سانتی متر بیشتره. البته بستگی داره که شما چقدر دور کردید، یه عدد بیشتر از 15، مثلا 16، 17، 20، هر چیزی که شما در آزمایشتون در نظر گرفتید رو در خانه دو در محل فاصله دیوان سنگین از پاشکن می نویست. اما در مرحله سه گفته دیوان سنگین را به تشگاه نزدیک کنید، یعنی در حالت اول که فاصله دیوان سنگین از پاشکن 15 بود، حالا چی میخواییم نزدیکترش بکنیم؟ پس کمتر از 15 خواهد شد. حالا باز بستگی داره که شما در آزمایشتون چقدر به تشگاه نزدیک کردید لیوان سنگین رو. فاصله لیوان سنگین رو از پاشکن یا تشگاه یه عددی کمتر از 15 در نظر میگیرید، یعنی زیر فاصله لیوان سنگین از پاشکن در مرحله 3 یه عددی بین مثلا 10 الی 15، مثلا 11-12، هر چیزی که شما در نظر گرفتید رو می نویسید. گفته با توجه به نتایج این فعالیت توضیح دهید که فراز چگونه می تواند مشکل بازی با نوید را حل کند. همانطور که در این فعالیت فاصله عروسک سنگین رو تغییر دادیم و اونقدر به تیچگاه نزدیک کردیم که عروسک سنگین هم بتونه بره بالا، در مورد بازی فراز و نوید هم باید فراز در جای خودش ثابت بمونه، اما نوید که سنگین تره باید اونقدر به تیچگاه نزدیک بشه که بتونه بره بالاتر و در یه جایی که میتونن راحت با هم بازی بکنن اونجا جای خودش رو ثابت نگه داره. یعنی فاصله مورد نیاز خودش رو تا تیچگاه باید تنظیم بکنه. در این فعالیت چه چیزی را ثابت نگه داشتیم و چه چیزی را تغییر دادیم؟ محل تیچگاه که همون پاشکن هست ثابت موند، فاصله عروسک سبک تا تیچگاه ثابت موند، اما فاصله عروسک سنگین تا تیچگاه یه بار نسبت به حالت اول دورتر شد، یه بار نسبت به حالت اول عروسک سنگین به تیچگاه نزدیکتر شد. به عبارتی فاصله عروسک سنگین تا تیچگاه تغییر پیدا کرد. در ادامه کاوشگری گفته اگر نوید و فراز در فاصله یکسان از تیچگاه نشسته باشند، در صورتی که محل نشستن نوید تغییر نکند، چگونه میتوانند به بازی ادامه دهند؟ مراحل پژوهش گروه خود را به طور کامل یادداشت کنید و گزارش دهید. با توجه به اینکه نوید سنگین تر از فرازه، اگر محل نشستن نوید تغییر نکند، فراز باید دورتر از تیچگاه قرار بگیرد تا بتوانند به بازی با نوید ادامه دهند. یعنی اگه فراز که سبکتره بازم به تیچگاه نزدیک بشه همینجور بالا میمونه، اما باید اونقدر از تیچگاه دور و دورتر بشه که بتونه پایین بیاد و در آخر زمانی میتونه پایین بیاد که فاصلش از تیچگاه دورتر از فاصله نوید تا تیچگاه هست. علاکلن یک اهرم هست. هر اهرم یک میله و یک تیچگاه دارد و با آن میتوان اجسام را جابجا کرد. در یک اهرم هر چه جسم به تیچگاه نزدیکتر شود، برای بلند کردن آن به نیروی کمتری نیاز است. به همین خاطرم هست که زمانی که دو نفر میخوان علاکلنگ بازی کنن، اونی که سنگین تره باید به تیچگاه نزدیکتر بشه. مثلا در بازی نوید و فراز، با توجه به اینکه فراز سبکتره و
نیرو و زورش نمی رسید که نوید رو ببره بالا. به نوید گفت که یکم به تشیگاه نزدیکتر بشه تا در اون نقطه نزدیک به تشیگاه که نیروی کمتری لازمه بتونه زورش برسه نوید رو ببره بالاتر. در یکی از کاوشگری ها گفته وسط خطکش 50 سانتی متری رو روی پاشکن یا تیرچگاه قرار دهید. در اینجا هم کتاب به کمک خطکش و پاشکن الاکولنگی رو شبیه سازی کرده که خطکش به جای میله الاکولنگ و پاشکن به جای تیرچگاه در نظر گرفته شده است. لیوان ها را در فاصله 15 سانتی متری از تیرچگاه قرار دهید. یعنی دو تا لیوان، یکی سمت چپ یکی سمت راست، به فاصله 15 سانتی متر از تیرچگاه بالای خطکش قرار دهید. در یکی از دیوان ها 4 گیره کاغذ قرار دهید. در دیوان دیگر آنقدر گیره کاغذ قرار دهید تا خطکش کاملا به حالت افقی یا تعادل قرار گیرد. در مدل شبیه سازی شده کاوشگری صفحه 66 کتاب رو انجام میدیم. همونطور که میبینید یه خطکش 50 سانتی متری با یه پاشکن به عنوان تشیگاه الاکولنگی درست کردیم که دو تا لیوان به فاصله 15 سانتی متری از تشیگاه قرار دادیم. گفته در یکی از لیوان ها 4 گیره کاغذ قرار بدید. همانطور که میبینید وقتی که 4 تا گیره در لیوان سمت راستی میریزیم، لیوان سمت راستی میره پایین، لیوان سمت چپی میره بالا. گفته در لیوان دیگه آنقدر گیره کاغذ قرار بدید تا خطکش به حالت افقی قرار بگیره. همانطور که میبینید وقتی در لیوان سمت چپی یکی یکی گیره کاغذی میریزیم، آروم آروم لیوان سمت چپی میاد پایین، تا اینکه وقتی چهارمین گیره را در لیوان سمت چپی قرار دادیم، لیوان سمت چپی و لیوان سمت راستی مقابل هم قرار میگیرن و خطکش به حالت افقی و حالت تعادل قرار میگیره. گفته تعداد گیره ها را در جدول یادداشت کنید. خب در هر لیوان 4 تا گیره وجود داره، فاصله لیوان ها از تیرچگاه هم 15. سپس در دستورالعمل کاوشگری گفته در یکی از لیوان ها تعداد گیره ها را دو برابر کنید چه اتفاقی میفته. همانطور که میبینید زمانی که تعداد گیره های لیوان سمت چپی را افزایش میدیم، لیوان سمت چپی پایین میاد و لیوان سمت راستی بالا میره، یعنی خطکش از حالت افقی و تعادل خارج میشه. گفته برای به تعادل رسیدن خطکش چه راههایی را پیشنهاد میکنید؟ آنها را آزمایش کنید و نتیجه را گزارش دهید. یکی از راه ها اینه که تعداد گیره های لیوان سمت راستی را نیز 4 تا افزایش بدیم. خب همانطور که میبینید وقتی تعداد گیره های لیوان سمت راستی رو افزایش میدیم و یعنی هم لیوان سمت چپی هم لیوان سمت راستی هر کدام 8 تا گیره دارن، باز حالت تعادل برقرار میشه. یعنی وقتی تعداد گیره های لیوان سمت راستی رو افزایش میدیم، کم کم لیوان سمت راستی میاد پایین، تا اینکه وقتی چهارمین گیره را بهش اضافه کردیم، یعنی در هر دو تا لیوان 8 تا گیره قرار میگیره، در این حالت باز حالت تعادل برقرار میشه. حالت بعدی اینه که نه، تعداد گیره های لیوان سمت راستی همون 4 تا بمونه، این بار لیوان سمت راستی را که سبکتره کم کم از تیرچگاه دور کنیم. همانطور که مشاهده میکنید هر چه لیوان سمت راستی که 4 تا گیره داره از تیرچگاه دورتر میشه، آروم آروم پای میاد. زمانی که لیوان سمت راستی به فاصله 30 سانتی متری، یعنی به جای 15 سانتی متری به فاصله 30 سانتی متری از تیرچگاه میرسه، حالت تعادل برقرار میشه و خطکش به حالت افقی قرار میگیره. گفته بین فاصله های لیوان از تیرچگاه و تعداد گیره ها چه ارتباطی وجود داره؟ ارتباط معکوس برعکس همه، یعنی هر چه فاصله بیشتر باشه تعداد گیره ها کم میشه، یا هر چه تعداد گیره ها کم میشه
فاصله لیوان از تکیگاه باید بیشتر باشه. مثلا زمانی که تعداد گیره به جای 84 تا شد، فاصله لیوان از تکیگاه به جای 15 باید 30 باشه. یعنی اگه بخوایم فاصله لیوان از تکیگاه مانند حالت سمت چپ 15 سانتی متر باشه، باید تعداد گیره ها 8 تا باشه. اگه بخوایم تعداد گیره ها نصف بشه، یعنی به جای 8 4 تا بشه، باید فاصله لیوان تا تکیگاه در سمت راست به جای 15 باید 30 باشه، یعنی دو برابر بشه. یعنی هر چه تعداد گیره ها کم میشه، فاصله لیوان از تکیگاه بیشتر میشه و دو برابر میشه. مثلا وقتی تعداد گیره ها نصف میشه، فاصله دو برابر میشه. زمانی که تعداد گیره ها به جای 8 4 میشه، نصف میشه، فاصله به جای 15 30 میشه، یعنی دو برابر میشه. تعداد گیره ها را در جدول یادداشت کنید. اگه 4 گیره در لیوان سمت چپ قرار بدیم، با توجه به اینکه فاصله دو تا لیوان از تکیگاه برابره، حتما باید 4 گیره هم در لیوان سمت راست بریزیم. به همین خاطر کتاب در جدول اعداد 4 15 4 15 رو نوشته، یعنی تعداد گیره های لیوان سمت چپ 4، فاصله لیوان سمت چپ تا تکیگاه 15 سانتی متر، تعداد گیره های لیوان سمت راست 4 و فاصله لیوان سمت راست تا تکیگاه 15 سانتی متر. گفته در یکی از لیوان ها تعداد گیره ها را دو برابر کنید. چه اتفاقی میفتد؟ فرض کنید 4 گیره دیگه به لیوان سمت چپ اضافه کنیم، یعنی تعداد گیره های لیوان سمت چپ بشه 8، اما تعداد گیره های لیوان سمت راست 4ه. در این صورت با توجه به اینکه فاصله دو تا لیوان از تکیگاه برابره و 15 سانتی متره و تعداد گیره های لیوان سمت چپ بیشتره، لیوان سمت چپ پایین میاد. گفته برای به تعادل رسیدن خط کش چه راههایی را پیشنهاد میکنید؟ آنها را آزمایش کنید و نتیجه را گزارش دهید. برای اینکه خط کش به حالت اپوگی در بیاد و به تعادل برسه، دو راه داریم. یکی اینه که تعداد گیره های لیوان سمت راست را هم دو برابر کنیم، یعنی 4 گیره دیگه به لیوان سمت راست اضافه کنیم و هم تعداد گیره های لیوان سمت چپ 8 بشه، هم تعداد گیره های سمت راست لیوان سمت راست 8 بشه و با توجه به اینکه فاصله هر دو از تکیگاه 15 سانتی متر، حالت تعادل برقرار میشه. راه دوم اینه که نه، تعداد گیره های لیوان سمت راست 4 بمونه، این بار فاصله لیوان سمت راست تا تکیگاه را دو برابر کنیم، یعنی تعداد گیره های لیوان سمت راست 4، فاصله لیوان سمت راست تا تکیگاه به جای 15 30 سانتی متر بشه. در این حالت هم تعادل برقرار میشه. اگه به جدول دقت کنید، ردیف اول را کتاب خودش پر کرده، 4 15 4 15، یعنی تعداد گیره ها در هر لیوان 4، فاصله هر لیوان تا تکیگاه 15 سانتی متر. در ردیف دوم کتاب در سمت چپ، یعنی ستون سمت چپ نوشته 8، یعنی 8 تا گیره در لیوان سمت چپ. حالا ما دو راه حل داشتیم، در یکی از آنها تعداد گیره های لیوان سمت راست را هم دو برابر کردیم، پس اگه با اون راه حل این جدول را پر کنیم، میشه تعداد گیره ها در هر دو تا 8 و فاصله هر دو لیوان تا تکیگاه هم میشه 15، یعنی میشه 8 15 8 15. اما اگه به راه حل آخر برسیم، گفتیم که تعداد گیره ها در لیوان سمت راست 4 میمونه و فاصله لیوان سمت راست تا تکیگاه را دو برابر میکنیم، به جای 15 میشه 30. در این صورت جدول را به این صورت پر میکنیم، از چپ به راست تعداد گیره ها 8، فاصله لیوان سمت چپ تا تکیگاه 15، تعداد گیره های لیوان سمت راست 4، فاصله لیوان سمت راست تا تکیگاه 30، یعنی میشه 8 15 4 30. گفته بین فاصله لیوان ها از تکیگاه و تعداد گیره ها
چه ارتباطی وجود دارد؟ رابطه معکوس دارند. مثلا لیوانی که تعداد گیره های آن نصف بشه، فاصله آن لیوان از تشیگاه دو برابر میشه. در همین فعالیت گفتیم که زمانی که تعداد گیره ها در لیوان سمت راست نصف لیوان سمت چپه، یعنی لیوان سمت چپ 8 گیره، لیوان سمت راست 4 گیره، وقتی تعداد گیره های لیوان سمت راست نصف میشه، فاصله آن لیوان تا تشیگاه دو برابر میشه، به جای 15 میشه 30 سانتی متر. ادامه تدریس درس 8 علوم پنجم و جواب سوالات درس 8 و انجام بقیه فعالیت ها و کارشگری ها و شبیه سازی انواع اهرم ها و مثال برای هر کدام در برنامه بعدی. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتون. شده در گروه تلویزیونی جم